اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام و تسلیت این ایام. من قبل از اینکه مباحث امشب رو محضرتون تقدیم بکنم، تا نکته کوتاه عرض بکنم. اینکه تقریبا یکی دو سالی ما در مجموعه خودمون اقدام به راه اندازی فضای هیئتی کردیم، یعنی اینکه هیئتی تأسیس شده با عنوان مع امام منصور، همراه با امام زمان، همراه با امام پیروز. موکب داریم در عراق، در عراق هم ثبتش کردیم، در ایران هم ثبت شده. همین مراسم هم با همکاری هیئت سیدالشهدا داریم الان برگزار می‌کنیم، یعنی همین مع امام منصور با هیئت سیدالشهدا علیه السلام. و یک رسانه هم تأسیس کردیم تحت عنوان اهل بیت مدیا، اینم توی فضای در واقع سخنرانی‌های هیئتی و مدعی‌های هیئتی، نجوای هیئت مذهبی، و اینطور که الحمدلله بازخورد خیلی خوبی داشته، علی خصوص حالا در فضای اینستاگرام که یه فضای جهانی داره. آمار یک ماه گذشتهش رو گرفتم، نزدیک 18 میلیون ایمپرشن داشته، نزدیک 4 میلیون کاربر مختلف بازدید کردن برای رسانه که تازه نوپایه. خیلی اتفاق خوبیه و عزیزان اگر خواستن استفاده کنن میتونن با همین آدرس تو شبکه های مختلف و تو پلتفرم های مختلف رجوع بفرمان اهل بیت مدیا. خب ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که چطور دستگاه تبلیغاتی برای اینکه بتونه، دستگاه تبلیغاتی حکومت برای اینکه بتونه خودش رو توجیه بکنه برای مردم، شروع کرد به جعل حدیث. و فراموش نکنیم جعل حدیث یعنی شد بخشی از دین. ما پیامبر گفته مجبوریم بپذیریم. همون اتفاقی رو که در واقع یهود رقم زد، یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریف کردن، اینجا این اتفاق افتاد و آرام آرام اندیشه هایش گرفت که ما کنه ها مواجه با دو اسلامی. یه اسلام همون اسلامی که بوده، از اول بوده، اسلام پیامبره، اسیر و به سیرت جدی. امام حسین فرمود من با من همون سیره جدمو دارم انجام، جدی و ابی و اخی، پدرم هم همینطور، برادرم امام حسن هم همینطور بود، شما تغییر کردید. همین هم داره میفهمد وقتی ظهور شکل میگیره حضرت دوباره اسلام رو تعریف میکنه، میگن دین جدید آورده کنا. و عرض کردم شما دیدید که چطور یک جبرگرایی رو حاکم کردن که شما اصلا حاکم هر بلایی سر دوبار تو باید سکوت کنی. و روایاتی رو براتون خوندم از مستندترین منابع، مستحضر دیگه اینا رو هر که میتونه بیا جواب بده. ما مؤدبانه بحث دینمونه نمیتونیم کوتاه بیایم که، باید بفهمیم چی شد که فرزند پیامبر اینا اینجور به خاک و خون کشیدن. یه چند تا دیگر روایتش مونده براتون بخونم ببینید فضا به کجا کشیده میشه. اولش به مرگ جاهلیت مردی، جدا بشی، تنابت از دست خدا و پیغمبر در رفت و گسستی و نمیدونم چه و چه و اینها، میرسه به کجا؟ در موجم کبیر طبرانی یعنی گفتم بله، میگه پیامبر فرمود، حالا حرف دارم میذارم دهان مبارک پیامبر دیگه، از پیشوایانتون اطاعت کنید و با آنها مخالفت نکنید، زیرا اطاعت از آنها اطاعت از خود خداست و نافرمانی از آنها نافرمانی از خود خداست، چرا که خداوند مرا فرستاده تا مردم را به سوی خدا از طریق حکمت و موعظه نیکو فرا خوانم، پس اگر کسی در این جهت جانشین من باشد او از من است و من از او هستم. شما حتما باید بشه. این روایت اگر هم درست باشه در مورد جانشین بر حقه، اون کسی که مسیر پیامبر رو داره میره، نه این کسی که به اسم پیامبر نشستن رو منبر پیامبر میمون بازی میکردن و کسافت کاری میکردن و رسما همه چی دین اصلا عوض شد. پارسال براتون گفتم مستندترین منابع اهل سنت اومده میگه وقتی علی به خلافت رسید شروع کرد نماز خوندن، چون قبلش امیران تو خونه واسه خوش نماز میخونده، وقتی شد امام جامعه از نظر سیاسی حاکم شد، رفت نماز جمعه خوند، نماز خوند، میگه مردم گفتن مثل پیغمبر نماز میخونه، یعنی حتی شکل نمازم تغییر داده بودن. پیرمردا یادشون بود، میگفتن عجب، یادش بخیر پیامبرم همینجوری نماز میخونه. ای پیامبر دستاشو مینداخت نماز میخونه، از زمان خلیفه دوم دستا رو بست.
آب پیامبر مس میکشید، وضو پاها رو شستن از زمان خلیفه سوم، همچنین اضافه شد. عجب علی پیامبر اینطور نماز، یعنی چند تغییر کرده دیگه، یعنی حتی همون شکل نماز هم دیگه فاتحش خونده بودن. حالا که باز اصلا با شکل نماز اصلا اهمیتی نداره در مقابل اصول و مبانی که تغییر کرده بود. بعد فمن خلفنی فی ذلک فهو منی و انا من، شد چیکار کردن. ابو نعیم اصفهانی میگه حذیفه ابن یمان میگه باز دوباره بنده خدا حذیفه، گفتیم از کساییش جل کردن که از قضا به جریان اهل بیت و پیامبر نزدیک بودن، با حاکم فوش ندهید مخالف، حتی دیگه فوش هم نباید بدی، یعنی حرف این چیزام رو انتقادم بعد دیگه بذار کنار، لا انتقاد نیست اون، میگه فوش باشه، چرا که حاکم سایه خدا روی زمین است، به واسطه حاکم خداوند حق را برپا می‌دارد، دین را ظاهر می‌کند، ظلم را برطرف و فاسقان را هلاک می‌کند. ابو عبیده جراح میگه شهادت میدم که رسول خدا شنیدم تو با حاکم فوش ندی، چرا که حاکم سایه خدا رو زمینه، کتاب السنه. مسند احمد ابن حنبل میگه ابوبکر میگه از رسول خدا شنیدم میفرمود کسی که حاکم خدا را در این دنیا گرامی کند خداوند او را در روز قیامت گرامی می‌دارد، اما کسی که به این حاکم الهی اهانت کند خداوند او را در قیامت خار می‌سازد. هیچ دیگه اصلا نمیتونی بچرخی. بعد اینجا نباید فوش بدی، اما اون طرف لعنه بر امیر المومنین بر 70,000 منبر. قتل الله من قتلک بالعیدی و علسون، خدا بکشون کسایی که با زبان و دست شما رو کشتن، یعنی به اهل بیت فوش بود، توهین بود که حواله اهل بیت میکرن. این طرف نباید، اون طرف باید، که انه امیر المومنین حاکم اینا نبوده. این خیلی عجیبه، باید با قاعده خودتون ملزم باشید دیگه، به همون قاعده شما ملزم باشید. انس ابن مالک میگه رسول خدا فرمود وقتی به یه شهری رفتی که حاکم نداشت وارد آن نشوید، زیرا حاکم سایه خدا و نیزه خدا روی زمین است. سنن کبرای بیهقی. سنن ترمذی. راوی میگه من با ابوبکر زیر منبر ابن عامر بودم، در حال خطبه خواندن پیراهن نازکی پوشیده بود. ابو بلال گفت به امیر ما نگاه کنید، لباس فاسقان را پوشیده است. ابوبکر گفت ساکت باش، از رسول خدا شنیدم فرمود کسی که به حاکم الهی در روی زمین اهانت کند خداوند او را خار می‌سازد. ابو عیسی میگوید این روایت حسن است، این خوبه، در مصنف صنعانی هم اومده. این چی بود؟ توجیه خوشگذرانی ها دیگه، هر تیپی هم زدن حاکم ها، فقط شما بدبخت بیچاره ها باید دینداری کنید. سیوتی و متقی هندی روایتی آوردن، این خیلی جالبه. ما من قوم سعوا الى السلطان ليذله الا اذلهم الله قبل يوم القيامه. میگه که قومی نیست که الا خواست سعی بکنن یه حاکمی رو ذلیل کنن، خار کنن، بکشنش پایین، الا اینکه تو همین دنیا و قبل از قیامت خار میشن. ببین دقت کنید، تو ورژن قبلی میگفت عیبی نداره، شما گوش بکنید، اگرم کار بدی کرده باشه تو میری بهش، ما قول میدیم به جای خدا حاکم اون دنیا جیز و اخش کنیم، این دنیا شما باش کاری نداشته باشید. حواله چی میدادن؟ اون دنیا. اما اینجا اون بنده خدایی که میخواد انتقاد کنه و اعتراض کنه چی میده؟ میگه تو همین دنیا خار میشی. ببین شما میبینی این آوانگارده، یعنی هی سنگر رو که میزنن هر چی پیش میره سنگر رو دارن میرن جلوتر. میگه مردی از قبیله قیس گفتش که وقتی مردم میخواستن علیه عثمان خروج کنن حذیفه گفت میخواهید چیکار کنید؟ گفتیم میخواهیم همراه مردم خروج کنیم. ما چیکار کنیم؟ اومدیم اینجا یه قلقل بازی کنیم، معلومه چی اومدیم بیم. گفت نخستین کسی که حاکم را ذلیل کند در روز قیامت برای او هیچ ارزشی نخواهد بود و هر گروهی که بخواد حاکم را ذلیل کنه خداوند او را ذلیل میکنه. پس از این سخن هیچ فردی از قبیله ما بیرون نرفت. شما میشنوید در کربلا که بعد از کربلا در کوفه در شام که هم یزید هم ابن زیاد میگن دیدی خدا چجوری شما رو خار کرد؟ به اهل بیت میگن. نه برای چی نو میگن؟ اینجا ها شنیدن. این تئوری حکومتی شامه. تئوری شام همینه. شما اصلا هیچی نباید با حاکم بگی. باز نقل کرده از پیامبر خدا شدم دست خدا همراه جماعت است و شیطان همراه کسی است که با جماعت مخالفت کند. پس هر کسی مقابل این ایستاد میشد جریان شیطانی، کافر، رافضی، کافر.
شیعه معروف شده رافضی، رفض عن دین، از دین خارج شده، کافره، شیطانیه. از اون طرف چی میگفتن؟ حتی اگر حاکم شیطان درش حلول کرده باشه، جسمش جسم انسان باشه، شما برفش گوش بدید. آقا جوک براتون تعریف نمی کنم، یه اعتقاد کلی از آدم های رو کره زمین ها. مسند احمد ابن حنبل، یه خلیفه دوم خطاب به جابیه خطبه خواند و گفت رسول خدا در میان ما همان جایی که من ایستادم فرمود درباره اصحاب من به خیر توصیه کنید، پس هر کی از میان شما بخواهد وارد بهش شود باید از جماعت جدا نشود، زیرا شیطان همیشه با یک نفر است و شیطان از دو نفر دور است. و هر کی جدا بشه میشه یه نفر، شیطان میاد سراغش، تو همیشه باید با جمع باشی. حالا با این شرایط یه نفر خروج کرد، فوش داد، یه حرفی زد، یه انتقادی کرد، چی میشه؟ شیطان. آدم شیطان. این شد که همین ها که همین علمای دین که اینطور در خدمت حکومت فاسق قرار گرفتن، ما در مورد زهری تاریخ آورده میگه غرق در عیش و نوش بود، پول بهش میدادن، خونه براش درست کرده بودن، ردیف، امکانات فراوان، دفتری، دستکی، رانندهی، برش تو فقط تولید محتوا کن. در صحیح مسلم داریم عرفجه گفته که از رسول خدا شنیدم میفرمود در آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، پس کسی که در این امور، در امور این امت قصد تفرقه داشته باشد، در حالی که امت بر آن اجماع دارند، او را با شمشیر گردن بزنید. حالا این شخص هر کس که میخواهد باشد، یعنی که وقتی حمله میکنه به خونه حضرت زهرا چی میگن؟ ما داریم به حرف بابات عمل میکنیم. این شخص هر کس که میخواهد باشد. از اینجا به بعد این خاکریز خیلی رفته جلوتر. چه اتفاقی افتاده؟ اینها وارد بعد تئوریزه کردن بعد برخورد سخت شدن. تا قبلش حواله چی بود؟ جهنم و ذلیل میشی و فلان میشی و به مرگ جاهلیت مردی و از دین خارجی و از این حرفا بود. الان میگه نه، گردن بزنید، گردن بزنید. فکر کردید داعش رو چه مبنای آدم سر میبرید؟ با همینا فکر کردید مثلا بدبختن تو کلاشون چیزی در آورده بودن؟ با همینا سر میبرید؟ میگو ببین این از دین خارج، اینه شاخه شدن، از جماعت خارج شدن، باید کشت. خب پیامبر فرموده. در سنن ابی داوود داریم میگه اگر مردم با کسی بیعت کردن بعد اگر شخص دیگری بیاید و در امر پیشوایی با اون منازعه کنن. ببین اصلا معلومه اینا برای کی ساخته شده. یه نفر مردمش بیعت کردن، یکی دیگه اومد با اون منازعه کنه، گردن او را بزنید. عبدالرحمن بن عبد میگه که از عبدالله بن عمر سوال کردم که آیا این سخن رو از رسول خدا شنیدی؟ گفت بله، با گوشای خودم شنیدم. بله، چرا نشنیده باشم؟ و با قلب خودم حفظ کردم. حالا آیا واقعا عبدالله بن عمر این حرف رو زده؟ برخی از اینا در زمان بنی امیه جهل شد، بعد میگفتن کی گفته، بعد یه نفر میگفتن که پیغمبر رو میدیده، گفتن کی؟ حذیفه گفته. کی گفته؟ عبدالله بن عمر گفته. کی گفته؟ فلانی گفته. یعنی بنده معتقدم خیلی از اینها هم حتی همینا نگفته بودن، یعنی انقدر آبرو برای خودشون قائل بودن، اینجوری دیگه نمیخواستن طرف خودشو بی آبرو کنه. تون تون آقای زهری از مدینه رو براشون بردن، دارن جو گور گور نشسته، دستگاه پولیکوپی گذاشتن، دارن حدیث میدن بیرون. بله، و جالبه خروج بر حاکم یه گناه نابخشودنی شد که نه تعذیر داره، نه شلاق داره، نه زندان داره، مثلا نه تبعید داره، نه جریمه مالی داره، نه برو برده آزاد کن، نه برو نمیدونم گرسنه سیر کن، صاف گردن بزنید. یعنی همون آخرین حکم. ماجرا جالب تر میشه حساب کنیم. اومدن گفتن نه فقط مال ما نیست، در امتهای قبل هم بوده. اینو گوش کنید، سیوطی در دارالمنصور، ترمذی هم در نوادرالاصول از یونس بن عبید نقل کردن، میگه مردی بر کشور خودش حکومت میکرد و بر افراد آنجا ظلم میکرد. اینا دقت کنید، صراحت داره میگه ظلم میکرد، فاسق بود. دیدید چی میگفت دیگه؟ شیطان در او تجسل حلول کرده بود.
ظلم میکرد و مردم نقشه قتل او رو کشیدن. با خود گفتن پیامبر خدا زکریا در میان ماست، نزد او بریم. حالا بالاخره پیغمبر دو تا چیز از دو تا پیرهن اما بیشتر پاره کرده، بریم ازش بپرسیم. آنها به منزل حضرت آمدند، گفتند این پادشاه بر ما ستم و ظلم میکنه و ما نقشه کشیدیم تا با او بجنگیم، نظر شما چیز؟ حضرت زکریا فرمود ای قوم این کارو نکنید، چرا که کندن کوه از جایش ساده تر از پایین کشیدن پادشاهی است که خداوند او را مهلت داده است و خداوند عالم تر است. یعنی چی شد؟ یعنی کلا باید وایسید شاه به مرگ طبیعی میره. دست از پا خطا نمی کنید. کی گفته؟ همه گفتن، زکریا گفته، جرجیس گفته، میرا پیغمبر رو هم میافتن پیدا میکردن. بعد جالبه در روایت دیگه همین رو به امیرالمومنین نسبت دادن، میگه همین حرفو یه جور گفتن زکریا گفته، بار گفتن علی ابن ابی طالب گفته. عجیبه واقعا. ابن ابی شیبه با سند صحیح از خلیفه دوم نقل میکنه که امیر هر کسی باشد اطاعت از او واجب است، حتی اگر حقوق زیر دستانش رو ضایع کنند و حتی اگر در دینش نقص وارد کند، در دینش نقص وارد کند و یا کاری کند که باعث تخریب دین او شود، نباید بر علیه او شورش کرد. آقا دیگه اصلا تو یعنی هر بلایی سر هیچ اصلا دین تمام به این بر تو نباید شورش کن. بیهقی، سیوطی، متقی هندی همه نقل کردن. از سوید بن قفله میگه که عمر به من گفت ای ابو امیه من نمیدانم که بعد از این سال نیست تو را ملاقات میکنم یا نه، پس گوش کن و اطاعت کن. اگر عبد حبشی گوش بریده‌ای بر تو حاکم شد، ان کان عبدا حبشیا، یه برده سودانی گوش بریده فرمان بردار و فرمان بردار مطیع باش، و اگر تو را زد شکیبا باش، و اگر تو را از حقت محروم کرد باز هم صبر کن. و ان اراد امرا ینتقص دینک، و کاری کرد که دین تو نقص بشه، فقل سمعا و طاعت، بگو چشم سمع طاعت، رو چشم رو گوشم هرچی شما بفرمایید. دمی دون دینی، دمی خونم و میپام، ولش کن دینم و خونم واجبتره، جان واجبتر است، فلا تو فارغ جان، پس از جماعت جدا نشو. این میشه دیگه این مطالب، این مطالب، این دمیدون دینی خیلی حرفا، خیلی حرف. شما همیشه سوال براتون میگن آقا یه سوال میگن چه میگه علی اسدالله الغالب چجوری جلو چشش فاطمه رو زدن وایساد نگاه کرد؟ میگه خب حق داری، تو با این سیستم بزرگ شدی، دمیدون دینی، فقط خودمون مهم، دین مهم نیست. بهش میگه به خاطر دین سکوت کرد. معلومه چون خودتو امیرالمومنین با قد و قواره خودت میسنجی. اگر امام، اگر عاشورا اینجا خون نریخته بود، تبلو سنج نزده بودن، دادار دودور ران انداخته بودن، میگفتن همین هم نبوده، مگه میشه یه نفر جون خودشو به خطر بندازه؟ بعد اومدن توری پردازی. خب امام حسین همه چی رو بیخ زده خراب کرده. یعنی چه؟ این یعنی چیه؟ حسین ابن علی شیدایی داشته، زبان املال، یعنی عاقلانه عمل نکرده، که پارسال پیرسال اینا رو همه رو جواب دادیم. اینا چون حدیث شد، چون ای گفتن پیغمبر شنیدن، بعدن فقها و علما، علمای دین از کجا دین بیرون میکشن؟ یه قرآن نگاه میکنن، روایتو دیگه، سنت پیغمبر رو نگاه میکنن. علمای بعدی وقتی میخواستن دین بسازن، یعنی بیان بحث کلامی کنن، متکلمینشون به همینا رجوع کردن. چیا شد؟ ببین چه، مثلا احمد ابن حنبل امام حنبلی ها جمله تمام نظرشو گفته، گفتن چیزی جز موعظه و ترساندن و برحذر داشتن از دنیا و آخرت به سلطان برای حاکم حرام است. اصلا جو فقط همین رو بگه آقا بترس. و فراتر از انکار قلبی نباید کاری بر علی سلطان کرد. مقدسی در آداب و شریعه آورد. یا ابن بطال قرطبی مالکی میگه این حدیث حجت است بر ترک خروج بر حاکمان جائر، جائر ظلمگوی، زورگوی اهل جور، و لزوم فرمان برداری و اطاعت از آنها، و فقها نیز اجماع بر این دارن که امام زورمند اطاعتش لازم است تا
زمان که جماعت و جهاد را برپا دارد و اطاعت از او بهتر از خروج بر اوست. همینطور تا حالا بعد یه حدیث از پیغمبر میاره و دوباره وقتتون نمیخوام بگیرم. قرطبی دیگه بابا دیگه اکثر علما قبول جز اکابر اهل سنت میگه که اکثر فقها و علما نظرشون بر اینه که صبر بر طاعت حاکم جائر بهتر از خروج و شورش بر علیه اوست، زیرا در نزاع با حاکم کافر و شورش بر علیه او امنیت از بین میرود و خونها ریخته میشود. محی‌الدین نووی تو شرح بر صحیح مسلم او هم همینو میگه، خروج بر علیه حاکم به اجماع مسلمین حرام است. ابن عبدالبر هم همینو میگه، میگه اصلا حق ندارید. ابن تیمیه بابای پدر بزرگ وهابیه، باباشون اینا محمد ابن عبدالوهاب، این بابا بزرگشونه، تو کتاب رسال و فتاوا میگه که اهل علم چه قدما چه متأخرین شورش بر علیه حاکم را به هیچ وجه اجازه نمیدن، چنانچه عادات اهل سنت از قدیم تا به حال همین است، همانطور که دیگران نیز به این صورت عمل کردند. میگه ما از قدیم همین شکلی بوده، شما حق نداره خروج کنی. و مشهور مذهب اهل سنت این است که اجازه خروج بر حکام و شورش مسلحانه را نمیدهد اگرچه ظالمان عمل نمایند. چرا؟ چون میگه ما کلی حدیث داریم. محمد ابن عبدالوهاب همینو میگه، البانی همینو میگه، بن باز همینه دیگه، اون کسی که الان خیران بودن این دیگه معاصرن، همه از این برداشت کردن. پس چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. هر کسی بر شما حاکم شد، هر کاری کرد، فقط باید دیگه سمعن و طاعتا، دمی دونه دینی. حالا یه سوال فنی، حکم مثلا همسر پیامبر که علیه امیرالمومنین خروج کرد چی میشه؟ ها هیچ. امیرالمومنین برادرش محرم خودش میذاره اونجا با 39 تا زن که به لباس مرد در اومدن، میگه اینو اسکورت کنید، نامحرم دور زن ناموس پیغمبر نباشه، ببریدش برش گردونید مدینه. تو راه همه فکر میکردن 40 تا مرد همراهشه، کلی شایعه سازی کردن وای علی زنا رو با نامحرم فرستاده. وقتی رسیدن اونجا فهمیدن عجب، خود محمد ابن ابی بکر باش بوده و اون 39 تا دیگه زنایین که به هیئت مرد در اومدن، به هیئت مرد لباس مردونه تنش که با نقاب زده بودن. خب اینم برخورد امیرالمومنینه. لازمه من راجع به اسرای کربلا حرفی بزنم؟ من دارم میگم دو نوع اسلام، دو نوع خانش، دو نوع نگاه، یعنی چی؟ حالا اینجاست که، یعنی اون جمله خلیفه دوم نگاه کن، دمی دونه دینی. حالا بیم این ور نگاه کن، آل ابا عبدالله امام حسین فرمود انی لا ار الموت الا السعاده، من مرگو نمیبینم به غیر از سعادت، ولا حیات ولا الحیات مع الظالمین الا برما، و زندگی با ستمکارا جز ننگ نمیدونم. و همین آقا دوباره فرمودن موتون فی عزن، مرگ با عزت، خیر من حیات فی ذل، بهتر از زندگی با ذلت و بدبختی و بیچارگی. و همین آقا دوباره فرمودن الموت اعلا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری، برای من مرگ با عزت بهتر از اینه، مرگ بهتر از ننگ و ننگم سزاوارتر از آتش دوزخ. و شعار اصلی کربلا که هیهات من الذله، هیهات اگه من زله ذلت رو قبول کنم، من مرگ میترسونید فیا سیوف خزینی، بیاد شمشیر را بیاد من در دامید، چون مرد چی میترسونید؟ ما خانواده شهادتی. این عزیز من، حالا کسی امروز با اون اسلام که مشکلی داره؟ نه کارش شده. چرا این استکبار جهانی اینقدر این کلمه رو ما خرابش کردیم تو جمهوری اسلامی دارن میتونه بگش به قرآن؟ خب چرا این نظام سلطه با ما مشکل داره؟ چرا با امارات اوکی، با عربستان رفیقیم، اردن،
کویت. چرا با ایران مشکل داری، با لبنان مشکل داری؟ آقا ببخشید آقا صاحب کن، استوب استوب، یه بچه مشترک اینا داری، ناشیه علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی. حتی همون چهار امامیه که منحرف شده حسین داره. میبینی تمام دنیا جمع شدن نمیتونن یمنی‌ها رو کارش میکنن. میبینید همه آتیشه زیر سر امام حسینه. یه خطی روشن کرد. و بدتر میدونی چیه؟ اینکه این روش سنت شناخته شد این کار. یعنی ایده واقعا باور دارن که بله اصلا هیچ جوری نباید بشوریم علیه حکم. و یه سوال اساسی، پس شما چرا علیه بشار اسد قیام کردید؟ با این نگاه فقهی چرا این کارو کردید؟ و سردمداران اونا همه دیگه خرمقدسایی بودن تو سوریه دیگه. شما چرا؟ مگه نمیگه ان کان فاسقا حتی اگه فاسق باشه، ان کان جائرا حتی اگه ظلمگو باشه؟ باشه بشار اسد میگه از همینا. چرا ریختید به هم؟ چرا تو مصر رو ریختید به هم؟ چرا این طرف اون طرف رو ریختید به هم؟ این هم اتفاقی که یعنی این مدرسه فکری که متأثر از مکتب فکری، مکتب بزرگتر از مدرسه است، مکتب سقیفه است، شروع کردین حالا چیکار کرد؟ خب این تئوریزه شد توسط امثال زهری و امثال هم. چیکار کنیم؟ حالا باید پمپاژ بشه تو جامعه. شروع کردن ائمه جمعهشون گفتن، شروع کردن نقالاشون اینور اونور گفتن، شروع کردن شاعراشون شعر تو سرودن، پخش کردن یا آقا جون، پخش کردن کل جامعه، پخشش کردن. ایرادش کجا بود؟ که اینها اینو شامی فقط دیده بود معاویه، بنی مروان که همه بنی امیه دیگه، اونا بچه ابو سفیانن، اینا فرزندان مروان ابن حکم ابن ابوالعاص. خب اینا گفتن این بخش اشتباه معاویه بود، ما تصحیحش میکنیم، باید بریم مدینه یارم ورداریم بریم. برای همین زهری آوردن پول بهش دادن، گفتن بیا تولید کن. یعنی عرض کردم خود زهری قامن برای امام سجاد کار یاد گرفته بود تو مدینه. خب اینجاست که اقدام مستقیم امام باقر علیه السلام شروع میشه. باید بیاد یه قصه ای درست کنه دیگه. یعنی کثافت تئوریزه شده تو جامعه. امام حسین خون داده، امام سجاد شرایط فراهم کرده، زمینه سازی کرده که امام باقر استارت علنی ماجرا رو بزنه. حضرت سجاد هم باز در زمان ایشون علنی نبود اتفاقات، در پوشش امام باقر دیگه رسما شاگرد دارم بلند میشد، از مدینه میومد کوفه درس میداد برمیگشت، میومد مستقر میشد. حالا اینو صحبت کن. ویژگی این دوران چیه؟ چند تا ویژگی داره. اولا بعد از واقعه عاشورا و واقعه حره، نقاب از چهره بنی امیه افتاده. مردم فهمیدن اینا برای تو قدرت موندن هر غلطی میکنن. مردم هم باید به چند بخش هست، به دو بخش عمده و جزتر حالا میگم بعد تقسیم کن. اولا یه اکثریت خشمگین و محکوم کننده کربلا و واقعه حره، بابا دیگه دیدن اینا صحابه پیغمبر کشتن، قرآن زیر دست، زنا کرد، تجاوز انجام، ریپ انجام دادن، سه روز جان و مال و ناموس مردم حلال شده، اینا خشمگینن تا جایی که یزید هم مجبور میشه اعلان برائت کنه. تفسیر اون تفسیر ابن زیاد بود. جالب سر ماجرای واقعه اول به چیز میگه، به ابن زیاد میگه تو بیا برو این مدینه هم تو خاموش کن، میگه برو بابا تو. ابن زیاد دیگه قبول، ابن زیاد گردن نمیگیره یزیدو، یزید هم اونو گردن نمیگیره. خب اینا داشتن زیاد شدن میترسیدن دیگه. دو، یه اقلیت حاکم که خودشون بودن، پس این مردم یه اقلیت حاکم. اقلیت حاکم دو گروه بودن، یکی یه سردمدارانی که در قدرتن، یعنی خود بنی امیه، که راضی به جنایت کربلا و مدینه بودن، که اینا آل ابی سفیانن، معاویه و بچه‌هاش، حالا معاویه مرد یعنی فرزندان معاویه، یزید و گروهش، دو لابی مروانی های بنی امیه، بچه های مروان، مروان و بچه هاش. اینا درسته تو ساختار قدرت نقش خیلی عمده و بزرگی دارن، منتها میخوان آپدیت کنن سیستمو و از اینجا کار سخت‌تر میشه. یعنی ببین اهل بیت با دشمن خنگ هم مواجه نبودن، مکار بودن اینا.
نه شرعه درس کردم خونسا که نبود که همجور ما وایستم بیا بزن داداش هر دوست داری، اصلا اینطور نبود. اینا واقع کربلا رو زمینی محکوم میکردن، اما میداختن گردن امام حسین. شروع کردن کلی حدیث جعل کردن، نزدیک 50-60 آدم تراشیدن که اصلا وجود ندارن. بیاید بررسی کنید، 3-4 سال پیش حرف زدن راجع به اینا تو همین آشور ایام محرم، تو همون سخنرانی ظرفیت و تمدن سازی، اونجا آدم ساختن که میگفتن هر کی سر راه به امام حسین رسید گفت یا حسین کارت غیر عقلانی ها، نری یا کشته میشه. یعنی کنه و امام حسین اصلا دوست داشت بره کشته بشه، اصلا یه جوری که پیام حرکت امام حسین بشه خودکشی. اینو خیلی میگن، تا جایی که من میبینم توی دهن سخنرانای ما هم افتاده که حتی برخی از عزیزان هم متاسفانه این بازی بنی امیه رو خوردن تو تاریخ سازی. اینا واقعی هره رو قبول داشتن، گفتن حق مدینه یا بود، اینقدر عوضی بودن ها. خب چرا؟ چون خود عبدالملک ابن مروان نقش داره، خود نقش داره. وقتی که سپاه مسلم ابن عقبه رسید، اول به ابن زیاد گفت بیا برو یزید، گفت من نمیرم، برو مسلم ابن عقبه فرسته. این که فرستاد محاصره کردن و اینا، امام سجاد که خونش خونه امن بود، مردم مدینه گفتن آقا بیاین بنی امیه یا از شهر بریزیم بیرون، مروه رو داره دستش و بچه هاشو اینا رو بیاد بیاین شما از شهر بیرون، فقط یه قول به ما بدید. چه ساده بودن. قول به ما بدید اخبار داخل مدینه رو بیرون نگید به اینا، مثلا چه خبر الان، آذوقه‌شون چقدر فلان. اونا گفتن حتما حتما برادر حتما. صاف آوردن گوشن کف دست اینا. عبدالملک بن مروان گفتش که آیه آقا مسلم بله من خودم با هم دیگه جزء فرمانداد بریم حمله کنیم، من کوچه پس کوچه شهر رو میشناسم. خود عبدالملک بن مروان جزء اصلی تریناست، جزء فرمانداست. ریختن که قتل عامو چه کثافت کاری کرد. اینا اعتراضی به اصل ماجرا نداشتن، تو سیاست اجرایی اعتراض داشتن، گفتن این مدلی نباید اجرا کنید. نه حرفشون این بود. شروع کردن این قدرت رو صاحب شدن. از یزید هم بعدشون میومد، میدیدن بابا مملکت داره اصلا میپاشه، مدینه شورش کرده، یزید شورش کرده، دنبال میمون بازیش. یه جا فقط یزید توی یه دیری مردم رو نگه داشت، پارسال براتون عرض کردم، مردم رو نگه داشت که فقط با یه خانومی باشه. کل سپاه یه بیماری گرفتن، 60-70 درصدشون مردن تو حمله به ترکیه، ویروس گرفتن، کرونا بود، مرونا بود، چی بود، جونش افتاد. 60-70 قتل عام شدن، قل و غم شدن. اینا از دست این شاکی بودن. وقتش بود که بله، برای همین یزید خیلی فنی به درک واسه شد توسط خود همینا. برای همین اگه یه چیزی خیلی نقل و قولای مختلف داره، یعنی یه جای کار میلنگه. خب بالاخره ببین یه خلیفه مرده نمیدونی چجوری مرده؟ میشه. چیا میگن؟ میگن یک سنگی یوهی از منجنیق داشتن تمرین میکردن، توپخونه داشت تمرین میکرد، داداش اونجا رو خالی کنید، منجنیق زدن زار خود تو کله همین. میگن داشت با میمونش از سواره میکرد، پاش توی چیز گیر کرد، توی رکاب اسب گیر کرد، همینجوری زمین کشیدش مثل سوهان، صافش کرد، رفت نصفشو بده کردن. میگن نه، باز دیگه صبح از خواب بیدار شد، دیدیم دیشب چی به خوردش داده بودن، که صبح صورتش این دیده‌تره، صبح دیدیم صورتش مثل غیر سیاهه، مصمومش کردن کشتنش. بعدش پسر 18 سالش معاویه ثانی، این به خلافت رسید. ابن قتیبه در امام سیاسه میگه که توسط خود امویها، یعنی بچه مروان، مصموم شد و مرد. اینا استاد این کار، عثمان هم اینا کشتن دیگه. زمانی که امیرالمومنین وساطت کرد که اینو خلیفه کشی نکنن، قبول شد، قرار شد مصری‌ها برگردن، اعتراض داشتن به بریز به پاش و فسادو، قرار شد برگردن برن. بعد یهویی گفتن برات هم جادر دوباره بگم، یهویی یه نفر اونجا داد زد که آقا اون شطور داغ حکومتی داره، یعنی پلاک قرمزه، ماشین پلاک قرمزه، داغ حکومتی داشت که مثلا جای دیگه مثلا بهش برسن و تو چاپارخونه ها اینا، گفت اونو نگه دارید. باش نگاش جشن هیچ بده نکن، گفت توی کوزه شو بگردید. کوزه آب داره، کاغذ توش نمیمونه، چیز توش نمیمونه. گفت نه نگاه کنده، ای کوزه سنگینه بابا، آب داره. گفت نه کوزه شو خالی، دیدن خاکه، توش یه نامه بود. کوزه رو شکستن، نامه رو درآوردن، دیدن به خط عثمان، به امضای عثمان
به مهر بخشو خط عثمانه، به مهر حکومتی عثمان خلیفه که آقای فلانی، حالا امیرالمومنین وسادت کرد که اینا برن شر بخوابه. خب فلانی که اومده اینجا دستشو قطع میکنی، به همانی چهار تا فوش اضافه تر داد اونو گردنشو میزنی. اینا شورشی بودن اومده وساطت کرد امیرالمومنین ماجرا فیصله پیدا کنه، اینا قاطی کردن برگشت اومدن سراغ امیرالمومنین گفتن مقصر توی، تو نمیذاری ما اینو ادبش کن. امیرالمومنین نامه رو برداشت اومد پیش عثمان گفت ببین این مهر حکومتی تو هرچی هست این تو بوده، از اینجا یکی این کار انجام داده، به کسی شک داری؟ یعنی خود امیرالمومنین اصل بر اینه که کار تو نیستی. گفت بله. گفت به کی؟ گفت به خود تو شک دارم. یه امیرالمومنین فرمود خدا بین من و تو اون روزها تو آخرت حاکم باشه، خدا بین من و تو حاکم باشه، من این همه دارم سعی میکنم خلیفه کشی باب نشه، خون تو ریخته نشه، در حالی که امیرالمومنین آنقدر از عثمان دفاع کردم که گمان این بردم گناهکارم، شریک در این کارو قرار دارم میگیرم. آدم بین اهم و مهم گیر میکنه، بین دو ماجرا بعضی موقع آدم گیر میکنه، کدومی که باید انتخاب بکنه؟ بنده میگم خود اینو کشتنش، استاد این کارا بودن، عثمانو به کشتن دادن. بعد چون اینو قبلا توی سخنرانی در مورد اسمش یادم رفت، الان در مورد بنی اسرائیل داشتم صحبت میکردم که فتنه ها چجوری در طول تاریخ شکل میگیره، به صدر اسلام رسیدم اونجا توضیح دادم، میگه خواست بره اونجا کامل یه نفر گوش کن. بله چی شد؟ معاویه ثانی چی شد؟ هم ابن قتیبه میگه هم مسعودی هم در مروج الذهب میگه به سم یا ضربت کشتنش. حالا اینو باز از اونا میکشه. مروان خلیفه شد، حالا یزیدیا گفتن ما درستت میکنیم. مروان یه سال بیشتر، اینا زدن مروانو کشتن. اینو جالب براتون بخونم، گزارش تاریخیه، میگه که مروان پس از وفات یزید با ام خالد بنت هاشم ابن عتبه ابن ربیعه، یعنی همسر یزید و مادر همین خالد ابن یزید، پسر یزید که از بچه‌ش اسمش خالد بود، داداش اون معاویه ابن یزید، با این ازدواج کرد، یعنی با زن یزید ازدواج کرد تا از ام خالد بچه‌ای برایش به دنیا بیاره. میگه روزی در جمع خطاب به خالد ابن یزید، حالا جا باباش اومده نشسته دیگه، جای باباش و داداشش اومده نشسته، یه فوشی به مادر خالد داد، یعنی به ام خالد. این خیلی بهش برخورد، یعنی به زن خودش فوش داد دیگه، حالا قبلا زن یزید حالا شده زنی. این کارو زیاد میکردن اینا، چی حالشون نبود، غیرتی ناموسی میفهمید. بعد این موجب نارضایتی خالد شد، اومد به مادرش شکایت کرد، گفت ببین نگاه کن خلیفه شده، ننه هرم رفته گرفته، یه فوش دادن تو جمع چیه، اونم زایمون کردی تو جمع. ام خالد میگه جواب برگشت گفتش که فعلا تو سکوت کن، من قول میدم دیگه مروان از این حرفا نزنه. خب باش، همون شب متکا رو گذاشت رو صورت مروان خفش کرد. خب یعنی ببین چه کشت و کشتاری تو خود اینا تو تسبیح حساب افتاد، اما در نهایت کدوم طیف ویروس شد؟ مروانی ها. بله اینو خفش کرد. مروان هم در زمان حیات خودش همون مدل معاویه رو پیاده کرد، برای پسرش بیعت گرفت، برای عبدالملک، برای عبدالملک. عبدالملک هم انتقام باباشو گرفت، به محض اینکه به خلافت رسید ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان اول آچار کشی کرد، و بعد عمرو ابن سعید ابن ابی عمرو ابن سعید که معروف بود به اشتق، اینم کشتش. حالا این عمرو ابن سعید کیه؟ فقط ببین چیا بودن، اینا حاکم اسلامی بودن، تو هم بعد گفتی سمعا و طاعتا، کی بوده؟ اینو تاریخ نقل میکنه، میگه سعید ابن عاص به گرگان رسید تو همین فتح ایران. این فتوحات غیر اسلامی رو گوش کنید سخنرانی بنده رو. اهل گرگان با پرداخت 200,000 درهم با او صلح نمودند، گفتن بیا آقا ما صلح میکنیم. گفت باش. میگه بعد از اون رفت به یه شهر لب دریا، بندرگز رفته، کجا رفته، میگه رفت اونجا، میگه من اینا رو میگذرم. بعد میگه که اونام جنگیدن، خلاصه شهرشون استحکام داشت اینا، میگه که نماز خون تو همون هیروبیر جنگ. بعد سعید هم درگیر شد، یکی از مردای جنگی اینا رو کشت و سرشو با آرنجش جدا کرد اینجوری، ولی با ایناش کار ندارم. بعد دیگه اهل شهرم محاصره کرد، دیگه سخت شد، غذا نرسید، آب نرسید، اینا پیغام فرستادن که آقا ما امان بده. گفت باشه. قسم میخوره، قسم خورد
به شرط اینکه یک تن از آنها کشته نشود. این شرط بود. گفت یه ما شرط تسلیم میکنیم که نه همه در امانه. اونم گفت قبول، قسم میخورم. در رو باز کردن، جز یه نفر همشون رو کشت. قسمش هم درست. گفت یک نفر رو نکشه، یه نفر رو نکشت. همین چی شد؟ یه شهر رو کشت. یه شهر رو کشت. وقتی شورشی در عراق شکل گرفته بود، عبدالملک ابن مروان اومد برای اینکه این شورش رو بخوابونه، سال 70 وقتی برگشت اومده با مصعب بن زبیر به جنگ دیگه. زبیر یا اومده بودن مختار رو پس دادن، اونجا رو گرفتن و قصه‌اشو میدونید. برگشتید همین آقای سعید خان، سعید ابن عاص، اعلام خلافت کرده، اومد بیرون شهر وایستاد، گفت راش ندید اینا مال ما یزیدیا بوده، این مروانی ها اومدن گرفتن. خلاصه رازیش کرد که بهش امان میده. کار خدا رو ببین، همون مدلی این آدم بود. وارد شد اینجا، عبدالملک مروان با دستای خودش طرفو کشت. گفت همونجوری که معاویه ثانی رو کشتیم اینم میکشیم دیگه، تمام. خیلی آدم زورگو و جنایتکار اینطوری بود. خلاصه این که خون شهدای کربلا بنی امیه رو نابود کرد. اینقدر اینو از هم کشتن، الان مردم دارن این اخبار میشن، یعنی این بازم باید بگیم چشم، بازم باید بگیم سمن و طاعت. این دیگه چه دینیه؟ چی میمونه برای مردم؟ تو این شرایط امام باقر ابتکار عمل به دست میگیره. اینقدر حدیث تولید کردن که محمد ابن اسماعیل بخاری میگه من صحیح بخاری از توی 600 هزار تا حدیث بیرون کشیدم. 600 هزار تا حدیث، یعنی هر کی رسیده بود جعل کرده بود دیگه. که سال هاست میگم، واقعا وقت نمی کنم، من دوستان یه بار راجع به این تحریف سخنرانی کنم، خیلی جالبه انگیزه ها را آدم میبینه چجوری تحریف کردن. امام باقر علیه السلام مدینه رو انتخاب میکنه، مثل امیرالمومنین کوفه نمیره، میمونه مدینه. آخرین امامی که کوفه به خودش دیده امام حسنه. امام حسن وارد کوفه نشده، اونم امام حسن مجروح از کوفه اومده بیرون وقتی با یه خنجری به پایشون زدن، از کوفه میاد بیرون. چرا مدینه انتخاب میشه؟ چند تا دلیل داره به نظرم. یکی این که شدیدن کینه از شامی ها دارن. چه واقعی رو دیدن؟ واقعی هره. امام حسین بچه کجا بوده؟ بچه مدینه بوده. واقعی کربلا رو دیدن. دو، شهر خود امام باقره، اشراف کامل. حالا برای امام نمیشه گفت مثلا جای دیگه اشراف نداره، اما خودش و افرادی که باشن حداقل اشراف کامل رو اون مسئله داره. و بسیار استادان حضرت حرکت خودش رو به سمت کوفه و عراق توسعه داد. کوفه که بعدها اصلی ترین محل تجمع شیعیان از نظر تعداد و حتی افراد از نظر کیفی. حالا میبینید تو براتون توضیح خواهم داد، خیلی از این وکلا اینا افراد درجه یک مال اونجا. امام از طرفی میدونست که مدینه نباید رها بشه، برای همین بین این دوتا قرار گرفت. مردم، خوب دقت کنید، مردم عراق ارادتشون به اهل بیت یه ارادت، یه حبی داشتن، یا دوست داشتن یا سیاسی اهل بیت رو میخواستن. خیلی عقلانیت شیعی، مبانی شیعی و کلام شیعی تو اونجا نفوذ نداشت، برای همین ما کلی شیعه اونجا داشتیم، به معنی چیزی که مثلا خلیفه اول دوم قبول داشت. میگفتن عثمان نه، علی خوب بود. به اینا میگفتن علوی، به اینا میگفتن شیعه. شیعه به این معنی که من و شما هستیم انگوش شما بوده، مثلا همون موقع کسی نبوده. حضرت اون خلا و تشخیص میده و اونجا شروع میکنه کار کرد. شاخصه های این عمق بخشی و تعمیق مبانی شیعی چی هست؟ اولا حضرت شروع کرد مبانی دینی و مفهوم اسلام و مسلمان و وظایف یک مسلمان، آموزش های مهارت های اندیشه ورزی، تعقل رو بیناد. مردم اصلا بحث کردن بلد نبود، مغلطه میکردن، سفسطه میکردن تاش میخواستن یه بحثی رو بندازن. دو، پرهیز جدی داد که مباحثی که یقین آور نیستن نباید وارد شد.
مثلا امام باقر اصلا اجازه نمیده راجع به خدا بحث کنه، میگه راجع به مخلوق بحث کنید. اینا بعدن امام صادق بحث میکنه. میگن شما بچه اید، بچه دو ساله بیان میگه مثلا خدا حادث قدیمه، قرآن حادث قدیمه، حرفا چیه اینا؟ نمیفهمن. حضرت میفهمن. یا مثلا در مورد جبر و اختیار حضرت میفهمن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. نه جبر نیست، نه اختیار اونجوری محضم نیست، یه چیزی بین دو تاست. تو خیلی چیزای دیگه دانو فعلا رو هوا اونا رو جمعش بکن تا بیام به مسائل جدی‌تر حالا میرسیم. بعد شروع کرد در حوزه امامت نظریه پردازی کردن. ببین دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. اصلا مسلمان ها نمیدونن امامت چیه، نمیدونن. پیامبرم امام نمیدونن. پیامبر بر مبنای این کارا که این آقایون سالهای قبل کرده بودن یه پست چی بوده، فقط قرآن رو براشون آورده، خداحافظ. آقای پست چی؟ بله نامه رو آورده، خوش اومدی برو خونتون. برای همین وقتی از نظر این آقای پست چی میگه قلم کاغذی بدید چی بنویسم، میگه ان الرجل لیحجر قلب علیه الوجاید و حزیون، میگه بابا آقای قرآنه، امن الله او منک، حرف میزد پیامبر، این حرف خودتی یا آقای قرآنه. و ما ینطق عن الهوا قبول نداشتن که پیغمبر به امر هوا عوضش حرف نمیزنه. که عرض کردم روایت نقل کردن که یه جا بین پیامبر و خلیفه دوم بحثی پیش اومد، اختلاف نظر پیش اومد، جبرئیل اومد نظر خلیفه دوم تایید کرد. بی خیال چه کاری، خدا خواه از اول همون رو پیغمبر میکردی. اینا رو نقل کردن، اصلا امامت پیغمبر رو قبول نداشتن. بعد تئوری پردازی میشد، چی در مورد امامت نشنیده بودن. بعد اومدن کانالیزه کردن احادیث درست رو در احکام عملی که فقط نقل از اهل بیت. یعنی یه کانال جدید، یه شیر آبی اینجا باز شد که آب زلال پاک سلامت به مردم میداد. مبارزه جدی کردن با غلو، با قالیان، اونا که میگفتن علی خداست. اینا هم جالبه، بخشی از اینا رو خود حکومت میورد سر کار که بهانه داشته باشه برای قلع و غم. ما جالبه در طول تاریخ میبینیم فرقه هایی بودن که باید طبعا توسط خلافت قتل عام میشدن، اما سیستم امنیتی رو با اینا هیچ کاری نداشته. چرا؟ چون شیعه رو تضعیف میکردن. یعنی خود اینا قالیان مینداختن جلو، میگفتن ببین اینا میگن علی خداست، ببین حق نداره، ما اینا کافر نیستن اینا. که اینا رو جمع کرد و الا امروز شیعه چیزی شده مثل مسیحیت. حالا براتون خواهم گفت جایی که حضرات وکیل نفرستادند مثل شام چی در اومد؟ علوی ها، نصیریه که میگفتن امام هادی خداست. یعنی باید بفهمید جایی که حضرات وکیل معین کردن و جایی که نکردن از زمین تا آسمان تفاوت داره. حالا شما میگه 20-25 میلیون علوی تو ترکیه فقط داری، یه عدد بزرگی در عراق، یه عدد بزرگی در سوریه که اینا ایتام آل پیغمبرن، بی صاحب موندن. من با اینا خیلی بحث کردم، اصلا میگن عقایدتون چیه؟ اصلا بابکم من الجلد ال الجلد، از این جلد تا اون جلد، اصلا این شیعه 12 امامی. بعد میگه امام ها رو بشمار، دو تا امام بیشتر بلد نیستم، امام علی، امام حسین. عرق میخورم، هر کاری که فکرشو بکنی هم انجام میدم. یکیشون اومده حرم از زینب دراز کشه پاشو گشته رو زری، اینجوری تو حرم دراز پاشو گشته رو زری، راش گفتم برو جمع کن یارو. خب گو ایرانی اللحن عربی به من فهمید، یا گفتم شروع کنم باش صحبت کردم، گفت شنو ادای کی متوجه نیستن دست رفتن. حالا نوبزیف ما دیگه، ما باید این خطو ادامه بدیم که ما هم که تعطیل، من بچه مملکت خودمون رو جمع بکنیم، جوان خودمون رو، اونا پیشکش. خدا به داد اون کسایی که مسئولیت تو این زمینه توی مملکت دارن و انجام نمیدن برسه. نشانهای ظهور اینه که دین، دقت کن، دانشگاه دینی از نجف به قم منتقل میشه و از قم به کل دنیا. مرحله یکش انجام شده، یه دی محکم واستادن مرحله دومش انجام نشه، فقط تو خود قم بمونه. والا هر طلبه ما امروز باید دو سه تا زبان بین المللی بلد می بود، باید بلد می بود.
ابزار شبکه‌های اجتماعی راحت‌تر چی برای شما فراهم کرده؟ ها؟ برو حرف تو بزن. برو زیر پیجش نظر بذار، برو یوتیوب فیلم ضبط کن، پخش کن. محکم وایسته که قم بیرون نره، یه وقت بره بیرون زور شک می‌گیره. خطره. ما چه پاسخی داریم برای اهل بیت وقتی خونای به ناحق ریخته شده؟ بس سر و سامان دادن به تشیع. مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 20 میگه که شیعه قبل از ابو جعفر، قبل از امام باقر، پدر جعفر، امام باقر علیه السلام، با مناسک حج و نماز و امور حرام آشنایی نداشت و پیش از این به دیگران مراجعه میکرد. باید میستد ببینه همین مثلا آیه شهاب الدین زهری چی میگه. اینجوری بود. ابن قتیبه در اون اخبارش آورده صفحه 62 میگه فقها، سنی ها رو میگه، فقها از ابی جعفر حلال و حرام یاد گرفتند، دانشگاهی درست کرد. بعد فاصله سالهای نوری فاصله بود بین کسایی دیگه. مثلا یه استادی هست مثلا در اوج داره میدرخشه، بقیه با این ماینا مثلا در حد حل کلاس تمرینی و اینجور چیزان، مثلا کسی جرأت نداشت. شاگردای اهل بیت میرفتن مناظره میکردن، حالا بعد با کیا؟ با گنده ترین هایی که بعدن شدن رؤسای مذاهب، و قورتشون میدادن، چون تاریخ اینا رو نقل، قورتشون میدادن به معنی واقعی چنه. زهری شاکی شد. چی میگه؟ این خیلی عبارت همیشه شهاب الدین زهری جالب، میگه ما حدیثی به طول یک وجب نقل میکنیم، بعد به طول یک زر از عراق برمیگردد. ناراحت بود. آقا یکی اونجا توی عراق داره تولید محتوا میکنه، هی داره دست ما رو میکنه. پدرمونو در آوردن. این گام های ابتدایی که امام باقر دیگه علنی برداشت توسط امام صادق به اوج رسید. ما دوران امام صادق شبایانده خواهیم گفت. که از صدها شاگردام میگم رؤسای مکاتبشون دارن. تظاهر به عقاید شکل گرفت. کرسی های آزاد اندیشی برپا شد. تئوریسین ها اومدن بالا. یارو مغازه داشت تو بازار مغازه داشت، میرفت مناظره میکرد، 20 نفر میشست میداخت رو بند برمیگشت. فکر نکنید صبح تا شب مثلا سرش فقط تو درس و بحث بود. دونه دونه شو براتون خواهم گفت. اینجاست که حضرات تصمیم میگیرن مرحله بعدی رو اجرا کنن. مرحله یک چی شد؟ مدینه و عراق. عراق حب داره، سیاسی ضد شامه، اما عقلانی تعطیله، کلامی تعطیله، فقهی تعطیله. اینو درست کردن، مدینه رو هم حفظ کردن. مرحله بعدی کجاست فکر میکنید؟ ایران. و از اینجا شروع میشه که امام باقر علیه السلام فرزند خودشون رو میفرستن به ایران. علی ابن محمد کدوم امامزاده است؟ امامزاده که در اردهال کاشان دفن. و نه فقط این، اتفاق عجیب تری میفته براتون. همزمان پس که حضرات تمرکز دارن روی مدینه و عراق و دارن عقلان شیر رو گسترش میدن، یه اتفاق پنهانی داره میفته در حال نتیجه دادنه که اصلا تو ظاهر کسی رو نمیبینه، یعنی به عقل جنم نمیرسید که مرحله بعدی که اهل بیت میخوان اقدام کنن اصلا دشمن نمیتونست بفهمه چیه. اینا قفلی زده بودن روی مدینه، محکم رو مدینه مسلح، اینو با کی میره، با کی میاد، چی کار میکنه، یهوی یه جای دیگه آتیشی بلند شد. اونم چی؟ موالی که امام سجاد تربیت کرده رفته بودن، رفتن اینا زیر ساختا رو فراهم کردن، آماده کردن مردم ایرانو. یه بخشی از اینجاها ایران بود. بله. اونم چی؟ خیزش قم. در از اصلا کسی اصلا ابدا اینجوری نشه. خود قم از قدیم، از میگن یافتهای 10000 ساله داره، یعنی خیلی قدیمی بوده، منتها در زمان ساسانی هم بوده، بارا تخریب شده، منتها چون آب و هوای در مجموع نامناسبی داشت. خود قم لفظش احتمالاً لفظ معرب کمه، کم یعنی جایی که چیز جمع میشه، یعنی شیرازی به شکم میگن کم، همون اشکم، ما هم همین شکم یعنی همون دیگه، خب اشکم اشکم یعنی قم، قمه چیزی که آب جمع میکنه. این آب شور میواد اونجا جمع میشد، باتلاق بود.
این در مورد بچه تصمیمش، آب و هوای نامناسب و خاک شور همین الانش هم هواش هم هوای تعریفی نی. خب یه کشور هم شد اخیراً دیگه. خب تا سال 80، در سال 80 درگیری ها تو کوفه ادامه داشت. تا سال 80، یعنی 70 عبدالملک رفته، همچه درگیری هست. و عبدالملک هم این بار حجاج ابن یوسف فرستاد. خب برون برای جنگ. تا سال 80، از 80 تا 83 همینجوری می جنگید. تو این جنگ تو منطقه دیر جماجم، این جماجم هیچی به جامجم ما نداره ها. جماجم یعنی یه حجاج ابن یوسف رو بفرستی یه جا باید معنیشو بفهمی. جماجم یعنی جمع جمجمه ها. انقدر سر برید اونجا گذاشت رو هم و اجازه ندادن کسی جا بجا. اینا همجه فاسد شد که اسکلتاش مونده بود بیرون. معروف در کنار اونجا یک تپه از جمجمه بود. بهش گفتن دیر جماجم. شکست سنگینی خوردن اهالی عراق در برابرش. هسته مرکزی معترضان کوفی اشعری ها بودن که اینا اصالتا یمنی هن. آمدن در کوفه، شهری که خلیفه دوم درستش کرده برای اینکه بتونه نیرو اعزام کنه به شرق. کسا که میرفتن فتوحات شرکت میکردن چه اتفاقی میفتاد؟ سهم داشتن از فتوحات. برای اینکه اینا بیشتر فتح کنن اینا رو اقتصاد و شریک کرده بود، شما درصد میگرفتی بابت فتوحات. دارش مسلمان گرگان رفت گرفت همه رو قتل عام کرد. پولشو میخوام بابا، نونخور میخوام اینجا درست کنم، میخوام چیکار؟ قتل عام کرد. یا یه بار یا خالد بود اشتباه نکنم یه جا قسم خوردش که من اینجا جوی خون درست میکنم. آقا شهر تسلیم شدن. گفت نه، اینقدر کش میگفتن بابا هر چی بکشی خون را نمیافته، میری تو زمین، مگه هر کس چند لیتر خون داره؟ گفت من قسم خوردم، قسمو که نباید بشکنم، حرام قسمو بشکنی. گفتن چه خاکی تو سرمون کنیم؟ گفتن آه بیا بریم آب بیاریم بریزیم. تون تون میرفتن با مشک و با سطل آب میاردن که با خونه قاطی بشین، آب خون باشه، حداقل قسم بی صاحب مونده. این بوده. اینا رو گرفتن و نمیخواستن. یمنی ها خوی سلحشوری از قدیم داشتن، هنوزم دارن. اینا نمیخواستن خیلی یمنی بکشن چون باز جنگ چی میشد؟ ادامه بدن. گفتن سهالت داره، میمیری بیعت میکنی گورتو گم میکنی میری. خب حالا که داره فرهنگ اهل بیت داره نزجوریشه میگیره چیکار باید بکنن؟ بیعت بکنن؟ هیهات من نزل. گفتن جونم نه، اثارو نبیدیم بمیریم، پامشیم میریم. اینا اومدن به سمت شهر، خودشون میگن به یه جایی رسیم پر مار و عقرب وسط بیابون، گفتیم اینجا رو انتخاب میکنیم سکونت. کجا بود؟ قم. وارد اونجا شد و نقل کردن که کانالایی کندن که اون آب شوری که جمع شده بود باطلاقا خوش کردن، آروم آروم قنات درست بکنن و فلان، که البته شلوغش کردن چون از قبل ساکن داشته، اینجوری هم نبوده. استاد حفر قنات هم باز ایرانیان، اینا حرفایی که خورده خواستن چیز بکنن. یکی دیگر دلالی که اینا رفتن سمت قم به خاطر این بود که اساساً قم در زمان خلیفه دوم به فرماندهی خود ابو موسی اشعری فتح شده بود. اینا هم از اشعری ها بودن دیگه. گفتن اونجا ما چهار تا فک و فامیل داریم، چهار تا آشنا داریم، خیابونا، آدرسا، کوچه ها اینا رو بلدن، پاشیم بریم اونجا. اومدن اونجا و حالا اینا کسایی هم که خیلی عجیبه چه جوری این قم یهویی ظهور و بروز پیدا میکنه تو علم، تو علم شیعه. چرا؟ چون اینا جنگندن، رزمندن، توشون اهل علمی نیست. به اون معنا چی شد که یهویی جایی که میگم اصلا کسی فکرشون باز، اگه مثلا میگفتی چه میدونم مثلا نیشابور، میگفتی مثلا نمیدونم اهواز، یه شهری بود یه چهار تا شیعه اومدن رفتن مثلا سبزوار، نمیدونم این چه جوری قم وسط بیابون، یعنی اون کار مخفی است که میگم شب تشکیلات سری، یعنی اینجاست که کار یه نفر و نه تا از بچه‌هاش. یعنی آدم میخواد برای اهل بیت کار کنه اینجوری باید کار کنه، یه خانواده است، کار یه نفر و نه تا پسرش که اصلا شما اسمشون رو نشنیدید. شما یعنی من و شما اسمشون نشنیدید، جای گفته نمیشه. چقدر اینا سوژه های جذاب فیلم سازی داره، بی نهایت جذاب، جالب و واقعی، نه مثل این فیلم تخیلی که عثمانی ها دارن میسازن. خب برای امشب کافیه، ما تا همین ابتدای وارد شدن تشیع به ایران صحبت کردیم، انشالله عمری باقی باشه بقیش هم فردا.
تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.